اما یکی از آثار و ویژگی‌های منحصر به فرد دوران راهبری امام هفتم، راهگشایی شخصشون برای ظهور تاریخی نسلی از زنان مجاهد بود که به صورت دست جمعی از ازدواج و زندگی خانوادگی دست شستند. امام موسی کاظم علیه السلام پیش از شهادت خود با اشراف به شرایطی که در پیش رو بود، چه برای جلوگیری از سوء استفاده های دشمنان و چه برای راهگشایی جنبش انقلابی تشیع توسط دخترانش که اصیل ترین و نزدیک ترین یاران پیشوای بعدی شیعیان یعنی امام رضا محسوب می شدند، به اونها وصیت کرد که از ازدواج خودداری کنند. در رأس دختران او حضرت فاطمه معصومه قرار داشت که همراه با 17 خواهر دیگرش تماماً همین مسیر رو انتخاب کردند و تحت رهبری امام هفتم تونستند به صورت نیروهای خالص، دائمی و حرفه‌ای جنبش نیمه پنهان شیعیان ظهور کنند و مسئولیت‌های سنگین و بلاجانشینی رو عهده‌دار بشن. بدین ترتیب سنتی انقلابی در دختران آل محمد از دوران امام هفتم پایه‌گذاری شد که تا آخرین نسل، یعنی تا آغاز غیبت بزرگ امام زمان در سال 329 هجری همچنان ادامه یافت.